بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور شما همراهان گرانقدر. گاهی بعضیا میپرسن که آیا ما لازم حجاب داشته باشیم؟ خیلی دوست دارم چندین جلسه در مورد حجاب باهاتون صحبت کنم، اما حالا به اجمال خدمت شما بگم که خب بله لازمه. بعد میگن کجای قرآن گفته ما باید حجاب داشته باشیم؟ کی گفته ما باید حجاب داشته باشیم؟ خب آیاتی از قرآن کریم هستش که بیان میکنه که خانم ها باید یک چیزی بر روی سرشون بیاندازن. ولی از ربنا به خمرهن علا جیوبهن. باید خمر جمع خماره، خمار یعنی اون چیزی که رو سر میندازن، میتونه شال باشه، میتونه روسری باشه، اما میتونه باریک باشه، میتونه پهن باشه. حالا قرآن اومده به یه بهانه‌ای به ما فهمونده که میزان وسعت این روسری چقدر باید باشه. ولی یضربن به خمرهن علی جیوبهن. جیب کجاست که جمعش میشه جیوب؟ جیب جاییه که اگه سرمون رو بندازیم پایین، بالاترین نقطه‌ای رو که میتونیم ببینیم اونجاست، مثلا اینجا، این جناق سینه، این حدود میشه. پس جوری باز خانم ها چیزی رو بر روی سرشون قرار بدن که تا این ناحیه رو بپوشونه. اینم متن آیه قرآن. پس قرآن کریم به حجاب اشاره کرد. در جای دیگه قرآن کریم میفرماید که یدنین علیهن من جلابیبهن. جلابیب جمع جلبابه و جلباب یعنی بخوایم مقایسه کنیم ما بگیم چیزی که کاور میکنه آدمو، به معنی لباس نیست. لباس در عربی یا میگن لباس یا میگن ثیاب. ثیاب با سه نقطه. جلباب چیزیه که میاد روی لباس ها رو، مثل چادر عربی، چادر دانشجویی، چادر قجری، چادر سنتی، چادر خبرنگاری، این تیپ چیزا. چیزی که لباس مجلسی نیست، وارد مجلس زنونه میشید بعد درارید کنار بذارید، به این میگن جلباب. پس این دوتا آیه رو در کنار هم قرار بدیم، اینطور میشه. از نظر قرآن کریم حتما باید رو سر خانم ها چیزی قرار بگیره و بعد از روی سر تا تمام بدن با یک چیز دیگه ای به قول امروزی ها کاور بشه و پوشونده بشه. این رو حتما توجه بکنید. حالا سوال، وقتی قرآن میگه سرتون رو بپوشونید، در جوامعی که سر رو نمیپوشونن پاها رو و بدن رو میپوشونن، وقتی قرآن گفت سرتون رو بپوشونید یعنی به طریق اولا حتما بدنتون رو باید بپوشونید. پس اینم باز یکی دیگه از مصادیق قیاس اولویت هست. تو جاهایی که سر نمی پوشونن بدن رو می پوشونن. حالا اینجا که میگن سر رو بپوشونید، نه که این سر رو بپوشونید بدن رو آزاد بذارید. سر که پوشونده میشه بدن به طریق اولا باید پوشیده بشه. انشالله که همه با حجاب و عاقلانه رفتار کنیم. خدا نگهدار.